سلام حالتون خوبه؟ انشالله که خوب باشید. حال دلتون چطوره؟ انشالله که حال دلشون عالیه. انشالله که حالتون خوب باشه. خب ما هممون میدونیم تو این شرایط کرونا از اینکه نمیتونیم با هم ارتباط برقرار بکنیم، از اینکه نمیتونیم خانواده ها رو بریم از نزدیک ببینیم، خانواده هر کس خانواده خودش رو، دوستامون رو، کسایی که خیلی دوستشون داریم، همیشه رابطه داشتیم، همیشه ارتباطه بوده، حالا دیگه نیست. همش شده تلفن و گفتگوهای اینجوری چتی و از اینجور چیزا. اما مثلا من خودم سر خودم رو با آشپزی گرم میکنم. دلم میخواد بدونم که شما چی کار میکنید، شما چی کار... سر خودتون. من میدونم که بعضی از شما از زمانی که من این آشپزی رو اینجا شروع کردم با شما در خدمت شما هستم، شما بعضی وقتا میانی آشپزی من و شما میانی آشپزی میکنید، منم بعضی وقتا استوری فیلم ها عکسای شما رو رو عکسای آشپزیتون رو میذارم و اسمتون رو، و میدونم که بعضی اینجوری مشغول شدید. خیلی دارم میخواد بدونم بقیه شما دوستان عزیزم چجوری سر خودتون رو گرم میکنید، وقتای خالیتون، البته وقتایی که سر کارید که هیچی، ولی بعضی هم هستن که خب کارم ندارن، شغلم ندارن. متاسفانه شرایط اقتصادی کشور ما جوریه که همه مشغول به کار نیستن و همه کسب درآمد نمیتونن بکنن. یه جوری باید بگیم که وضعیت مالی زیاد خوب نیست، جالب نیست، یا اینکه خیلی خوب و درست این گردونه نمیچرخه. گردونه که نمیچرخه، پولم دست هر کسی نیست و خلاصه جانب مساوات، عدالت برقرار نمیشه. هممون میدونیم، البته نیازی شاید به گفتنم نیست، ولی خب میگیم. حالا شقایق تو چیکار میکنی؟ تو وقتی بیکاری چیکار میکنی؟ من یکی از چیزایی که خیلی بلندتر صحبت میکنی که بشنوم، آره، یکی از چیزایی که خیلی دوست دارم فیلم دیدنه. فیلم میبینه. کار فرهنگی میکنه. آره، یه کار دیگه که خیلی دوست دارم که مربوط به شغلم هم میشه، خوندن زبانه. یعنی من لغتای زبان میخونم. آخه شرق و یه معلم زبانه، زبان انگلیسی، و به خاطر همین وقتاشو برای اینکه شاید تعداد واژه‌های لغاتی که باید بدونه و اضافه بکنه به خودش، به بار خود، یعنی بار فرهنگی خودش، آموزشی خودش اضافه بکنه، خب سرش با کلمات انگلیسی گرم میکنه و تعداد این واژه ها رو بالا میبره. یادم یه زمانی هم من کلاس انگلیسی میرفتم و این همه کارو میکردم. اصلا من آموزش نمیدادم، من آموزش میدیدم. میرفتم کلاس و آموزش یاد میگرفتم انگلیسی و میامدم مثلا روزی 5 تا 6 تا، فکر میکردم اگه بشه 10 تا سخته مثلا حفظ کردم. بعد باشون جمله میساختم، بعد داستان بعد میگفتیم، میرفتیم اونجا واسه استادمون، واسه معلممون بعد یه قصه تعریف میکردیم به انگلیسی. خیلی کار خوبیه. آره خیلی کار خوبی، خیلی به حافظه کمک میکنه و بالاخره این کارا رو کردم و الان میفهمم تو چی میگی. خیلی شیرینه. من یه کار دیگه هم کردم، این که میخوایم با دوستامون در تماس باشیم، حداقل این دوری اذیتمون نکنه، من یه سری از دوستامو باهاشون شروع کردم این کارو گروهی داریم انجام میدیم. یعنی با هم داریم لغت میخونیم هر روز، بعد مثلا آخر شب که میشه اون سوالا رو با هم جواب میدیم، بعد چک میکنیم. یه کار گروهی همزمان هم چرا جالبه این کارا، من نمیدونستم. چه جالبه، یه سری فعالیت ها اینجوری هم میشه انجام. منم میشه بیام تو گروه تو؟ بله حتما، باعث افتخار من. واقعا دوست دارم، چون انگلیسی رو خیلی دوست دارم، ولی خب همیشه فاصله میفته به خاطر کار و شغل و اینا و گاهی اوقات تنبلی و همه اینا. من خیلی پر جنب و جوشم، دوست دارم فعالیت کردن. واقعا میگن شب دیگه تو دیدی تا دیدی. دوست دارم که تو همه زمینه‌ها یه کاری انجام بدم، یاد بگیرم. این یاد گرفتن رو خیلی دوست دارم، حالا هر چقدر که بالاخره بتونم دیگه اینجا یاری کنه، نمیدونم، یا دیگه تن و بدن و اینا بکشه. خب ما میخوایم از این بحث آشپزیمون خیلی دور نشیم، میخوایم یه کیک بپزیم. چه کیکی؟ من بگم؟ بله، کیک شکلاتی خیس. کیک شکلاتی خیس، این کیک های شکلاتی که آره خشک هستن و اینا، خب همه جا هست رو من دیدم. بعضی وقتا مثلا بویان پسرم مثلا میگه مامان این شکلاتی خیس ها خیلی خوبه،
من گفتم که یه شکلاتی خیس حالا به نام پویان درست کنیم. آره. شکلاتی خیس درست کنم، میدونم که اینا خوردنش کم لذیذتره چون یه رطوبتی همراهشه و خیلی لذیذ خوردنش، به خصوص که با چای بعد از ظهر. خیلی عالی میشه. خب بازم سخت نیست، خیلی سخت نیست، راحته و خیلی راحت میتونید درست کنید. موادش چیه؟ روغن، شیر، شکر، آرد، تخم مرغ، تخم مرغ، بیکینگ پودر، این چیه؟ وانیل، وانیل و پودر کاکائو. این چیزایی که ما نیاز داریم برای این کیک. چیکار میکنیم؟ یه مقدار شکر داریم، میریزیم اینجا. این نیاز به چیز نداره، علک نداره. بله علک نداره، علک مال آرد و بیکینگ پودر و ایناست. شکرمونو میریزیم. خب این یک پیمانه شکر بود. بعد میخوام پودر کاکائو بریزم، تقریبا یه قاشق و نیم، دو قاشق پودر کاکائوه. بین یک قاشق تا سه قاشق شما میتونید پودر کاکائو رو بریزید. قاشق غذاخوری؟ آفرین، قاشق غذاخوری. بله اینم از پودر کاکائو میمونه. یک دونه این چیزم کاش که نشون میدادم، پیمانه دیگه، پیمانه‌مو فکر کنم که از این پیمانه های چیزه، از این پیمانه ها بزرگترین پیمانه رو من انتخاب کردم. شما هر پیمانه رو که انتخاب میکنید بقیه هم بر همون منباله. مثلا یک پیمانه شیره، یک پیمانه روغنه، یک پیمانه شکره. اینا پیمانش باید یکی باشه. پس شیرم میریزیم. شیر شد چند پیمانه؟ یک پیمانه. میگم اینا همشون یک پیمانه ای هم. یک پیمانه و یک پیمانه روغن. به همین راحتی الان ما 4 تا چیز با هم دیگه مخلوط کردیم. اینو هم میزنیم. البته من میخوام برم اونجا با همزن هم بزنم، کاری هم نداره، البته با قاشق هم میتونید هم بزنید. برم اونجا با همزن همش بزنم. بعد مراحل بعدیشه، یعنی آرده که اضافه میکنیم با بیکینگ پودر، با هم علکش میکنیم. حتما علک بکنید، 2 بار تا حتی 3 بار علک بکنید که این پودره خیلی چیز میشه، باز میشه از هم دیگه، هوا میره. آره خیلی خوب میشه. بعدش وانیل اضافه میکنیم. نهایتا هم تخم مرغ رو یک دونه اضافه میکنیم. 3 تا تخم مرغ داریم، هر 3 تاشو دونه دونه آخر سر اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم اینا یه دست بشن. بریم از نزدیک ببینیم چی کار میکنیم. خب ما میخوایم شروع کنیم به هم زدن موادی که جلوی شما با هم مخلوطش کردن. من گفتم که پودرمونو، یعنی آردمونو باید، این آرد که میدونیم دیگه آرد گندمه، باید علک بکنیم. چند بارم علک بکنیم بهتره واقعا. همراهش میخوام که حتما بیکینگ پودرم علک بشه باهاش. پس آرد گندممون و بیکینگ پودرمون هر دو با هم علک میشه. ببینید اون آردی که الان اون زیره چقدر یه دستره. ببینید چقدر یه پودر، یه دست پودرتر شده، انگار باز شد اینا از هم دیگه، دیگه گلوله ای توش وجود نداره. اینو من 3 دفعه علک میکنم، وقت شما رو نمیگیرم و ادامهش رو بهتون نشون میدم. خب من میخوام آرد رو کم کم اضافه کنم به مواد شکلاتیمون. Thank you.
مقداری وانیل داشتیم، یعنی یه قاشق چای خوری، اونم میریزم وانیلو همش میزنم و بعد تخم مرغا رو بهش اضافه میکنم دونه به دونه. سومین تخم مرغ یعنی پایان کار ما. مایه ما آماده شده، ما یه مایه دیگه داریم که از روی این مواد، یعنی مواد اولیه‌مون، شکلاتمون که قبلا ریخته بودیم، قبل از اینکه آردو بهش اضافه کنیم، تقریبا یک لیوان از اون مایه شکلاتمون برداشتیم برای مرحله آخر کیک که حالا بهتون میگم چه زمانی. خب دوستای خوبم، همونجوری که دیدید ما این مایه کیک رو آماده کردیم، با همزن حسابی همه رو هم زدیم، چند بار الک کردیم آردو بکینگ پودر رو. این مایه‌ایه که من اینجا باید بهتون بگم از اون مایه اولیه که روغن و شیر و شکلات و اینا رو با هم مخلوط کردیم، بعدش ازش یه مقدار بر می‌داریم. این چیزیه که باعث میشه شما کیکتون خیس باشه. چرا؟ چون تو مرحله آخر که مرحله پایانی کیک پخته شده، آماده شده، میخوایم بیاریمش بیرون و این محلول، این مایه رو بریزیم روی کیک داغ، کیکی که برش خورده است که به همه جاش برسه. این مایه رو به اندازه کافی میریزیم، اگه احساس کردین که زیاده همش رو نریزین، در حدی که کیکمون این مقداری خیس و مرطوب بشه. خب داری چیکار میکنی شرق جان؟ قالبمون رو یه مقداری روغن توش میریزیم، کاملا کف قالب و همه جاش رو روغنی میکنیم. بعدش هم یه مقدار آرد می‌ریزیم، همون فضا رو کامل دوباره روی روغنا رو آرد می‌ریزیم. این کارا رو برای چی می‌کنی شما؟ برای اینکه کیک نچسبه به قالب. دقیقاً. ما برای اینکه کیک به قالب نچسبه وقتی که پخته شد، یه مقدار قالب رو چرب می‌کنیم، بعد این مقدارم از آردی که داریم می‌پاشیم دور و برش، خیلی نه که گوله بشه، فقط کمی که همه جاشو بگیره. یه حد کمی، بعد میتونید شما اینجوری بچرخونیدش که همه جاشو بگیره، اینجوری خالیش کنیم، بعد خالی میکنیم. بله حتما باید خالی کنیم اضافه آرد رو، اینجوری همه جای ظرف روغنی و آردی میشه. من متخصص کیک پختن نیستم، آقا متخصص. آره منم که متخصص نیستم، ما فقط دخالت در امر شیرینی‌پزی و غذا البته میکنیم، اونم نه. همه اینا رو دوست دارم با هم دیگه تجربه کنیم، برای اینکه وقتمون و اوقاتمون رو به یه کار قشنگ و زیبایی، کاری که پر از عشق به نظر من، غذا پختن خیلی عشقه، اینجوری چیز کنیم دیگه، با هم دیگه سر خودمون رو گرم کنیم و نذاریم بهمون بد بگذره. دنیا دو روزه، چشم به هم بزنیم میگذره و میبینیم که چرا ما هیچ کاری نکردیم، چرا لذتی نبردیم از زندگی. همون چیزایی که داریم، با همون چیزایی که داریم میتونیم لذت ببریم. گاهی اوقات یه گفتگوی دو نفره است، یه چته، گاهی اوقات با کسی که دوستش داریم،
فرق نمیکنه کی باشه، با کسی که دوستش، یه آشپزیه، یه خیاطیه، یه ورزشه، هر کاری که باعث بشه شما رو نشاط بهتون بده اون کار رو حتما انجام بدین. خب حالا ممکنه ذره سخت باشه که دست جمعی و گروهی این کارو بکنیم، اما میتونیم از طریق تصویر این کارو بکنیم، یا اینکه با اعضای خانواده دیگه مجبوریم دیگه توی خونه هستیم با اونا این کارو بکنیم. اینجوری به هممون یه مقداری خوش میگذره و کمتر اون سختی ها بهمون فشار میاره. خب حالا ما میخوایم این مایه رو بریزیم توی این ظرف. یادتون نره، به نظر تو همش رو بریزم؟ من میخوام یه مقدارش رو بذارم توی ظرف دیگه بریزم، چون میترسم این پف بکنه و از ظرف بیرون بزنه. بنابراین من یه مقدارش رو اینجا میریزم، یه مقدار دیگه‌ش بلشکم میشورم. سعی من که افتاد و چیز که میخواستم بهتون بگم اینه، فراموش نکنید وقتی دارید این محتویات کیک رو آماده میکنید، مایش رو، فرتون رو حتما روشن کنید. من از شروعش، یعنی از 20 دقیقه نیم ساعت پیش روشن کردم که همه محفظه فر داغ بشه. خب حالا اینو شقایق جان میذارید توی فر، درش رو میبندیم به مدت فکر میکنم 35-40 دقیقه کافی باشه. سعی کنیم نیم ساعت اول به هیچ عنوان در فر رو باز نکنیم، برای اینکه این باعث میشه پف کیکمون بخوابه و خوب عمل نیاد. پس نیم ساعت اول اصلا دست به فر نمیزنیم و درش رو باز نمی کنیم. بعدش یه امتحان میکنیم با یه مثلا از این خلال دندونا یا با یه چاقو میزنیم توش، اگه چیزی بهش چسبید یعنی کیک آماده نیست، اگه نچسبید چیزی بهش، مایه ای از کیک، یعنی پخته شده. ولی معمولا حدود 40-45 دقیقه این پخت طول میکشه. بقیهش رو با هم دیگه میبینیم. خب دوستای عزیزم، این قالبی بود که ریختیم و این کیک پخته شد، و اینم قالب اضافه‌ای که فکر کردم همه مواد رو توی یه دونه نریزم، چون همین جوریش هم خیلی پف کرد، واقعا داشت از سرش میزد بیرون. خب این قالب کوچیک میمونه. شبه جان یه چاقو بیار اینا رو برش بزنیم و این مایه شکلاتی که داریم رو باید بریزیم روی این کیک تا خیس بشه، میشه کیک خیس شکلاتی. خوبه؟ اینم خوبه، آره اینم خوبه، اینم بزرگ باشه شاید بهتر باشه. آره اینم همشتا چون همی الان از تو فر در بردم خیلی داخل. خب چون گفته بودن که حتما باید تا داغه این کارو بکنیم که این مواد بره لابلاش خوردش بده. بله حالا میتونیم روی این درست کنیم. میتونیم یه بشقاب به من بدیم شبایه که بذاریم تو بشقاب این شکلات رو میریزیم، توی بشقاب بمونه، بعد درش بیاریم بذاریم روی یه بشقاب تخت بیاری. خوبه اون هم خوبه، ما اون ظرف هم خوبه، پیرکس، آره آره اون پیرکس هم خیلی خوبه، مرسی. خب من میخوام که این تیکه رو خیلی داغه بذارم اینجا، بخارش رو ببینیم، آره اینجا و بذاشتم اینجا که چیز نشه نچسبه. آره میخواستم که هوا بخوره یه ذره، خیلی داغ بود اینجا. خب ما یه مقدار از این شکلاتی که مایه‌ای که داشتیم، میتونید توی اون مایه‌ای که از شکلات اولیه بر میدارید، اولا شیرش زیاد نباشه که خیلی آبکی بشه، میتونید یه کمی هم شکلات مایه بهش اضافه کنید. خیلی عالی میشه. برشون گردونیم اون برشون هم میشه، آره یعنی یکم بمونه به نظرم بهتره. خب اینم اینجوری خیلی واقعا دو تا کیک خیلی خوشگل و خب
نظرم اینو همینجا بریزیم نه؟ آره همینجا بریزیم یک کمی هم یه برش دیگه بهش بزنیم یه شکلاته همه جاش بره کیک شکلاتی خیس داشته باشیم میذارمش توی ظرف یا همینجا ازش عکس میگیرم میذارم تو صفحه که شما ببینید به به خوب شد نه؟ عالی شد بوش که خیلی خوبه بوش که واقعا داریم مست میکنیم می کنم خودش هم خوب باشه نمیتونه چیزی بدی باشه کیک مگه میشه چیزی بدی باشه خب این بود کیک شکلاتی ما بهتر بیام از نزدیک ببینین شما این کیک شکلاتیمون و امیدوارم که شما هم درست بکنید عکس بگیرید بفرستید برای من توی صفحه اینستاگرام یعنی بفرستید توی دایرکتم من از اونجا بر میدارم و براتون یه استوری میذارم به نام خودتون به خاطر زحمتی که کشیدید و به خاطر اینکه از صفحه من این کیک رو یاد گرفتید و درست کردید دوستتون دارم هر جای دنیا که هستید ممنونم به خاطر پیامایی که بر من میفرستید و اینقدر انرژی به من میده امیدوارم دوباره ببینمتون خداحافظ خداحافظ